در محل برگزاری نشست سازمان ملل متحد در مورد آب و هوا در ورشو، گروه کوچکی به اینکه مسائل مالی تلاش برای جلوگیری از گرمایش زمین را کند کرده اعتراض داشتند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه از کشورهای ثروتمند می‌خواهند به تعهد خود به تخصیص 100 میلیارد دلار در سال به منظور کمک به آنان برای مقابله با تغییر آب و هوا کمک کنند، تعهدی که باید تا سال 2020 به مرحله اجرا درآید. سخنگوی امور تغییر آب و هوایی مؤسسه آکسفام میگوید این نگرانی وجود دارد که کشورهای صنعتی به تعهد خود عمل نکنند. نگرانی این است که کشورهای پیشرفته تعهدات مالی را که در سال 2009 تعهد شد به موقع انجام ندادند. امسال کمک مالی تازه بسیار کمی را بر روی میز دیده ایم و برنامه معتبر محکمی را از هیچ کشوری مشاهده نکرده ایم که چگونه میزان کمک مالی خود را افزایش می دهند. بانک جهانی می گوید زیان مالی ناشی از تغییرات شدید آب و هوا مانند طوفان اخیر فیلیپین به 200 میلیارد دلار در سال رسیده و با افزایش طوفان و سیل بیشتر خواهد شد. بسیاری از کشورهای صنعتی در حال حاضر فقط تلاش می‌کنند اقتصاد راکد خود را بهبود بخشند. نمی‌توانیم سیستمی داشته باشیم که هر وقت هوای بدی پیش می‌آید به طور خودکار پول برای کمک پرداخت شود. این کار عملی نیست. نماینده فیلیپین ولی از نبود توافق‌نامه‌ای به منظور جلوگیری از تولید گازهای گلخانه‌ای انتقاد دارد و می‌گوید تنها فیلیپین نیست که قربانی چنین طوفان شدید و غیر معمولی شده است. شرکت کنندگان در این کنفرانس امیدوارند زمینه برگزاری کنفرانس آب و هوای سال 2015 را پای ریزی کنند. مهتاب کسری، صدای آمریکا.